چشم تو نرگس موی تو سنبل، چشم تو نرگس موی تو سنبل، لب کنی یارم لیلی جان نازک تر از گل، لیلی یا لیلی وا لیلی نمره لیلی جان، لیلی یا لیلی وا لیلی نمره لیلی جان، لیلی وا لیلی نمره لیلی جان، لیلی یا لیلی وا لیلی نمره لیلی جان. دوستای نازنینم، شما را بار دیگر با برنامه امروز خود که 16 مارچ سال 2014 میلادی است خوش آمد میگم. این برنامه ما که شاید یک 20-25 دقیقه باشه در رابطه با سال نو ما است، نوروز زیبای ما. این برنامه را من 2 سال پیش جور کرده بودم، فکر میکنم 15 دقیقه است و در یوتیوب است. 001 شفیع عیار اگه در یوتیوب نشته کنین این برنامه میاید. ما در اون زمان هنوز ادیتینگ به درستی یاد نداشتم، ویدیو گرفتن به درستی یاد نداشتم. اکثر برنامه هایم تا برنامه 85 اینام از کیفیت بسیار پایین برخوردار است، ما از این معذرت میخوایم. اما امی برنامه را که ما 2 سال پیش در مورد نوروز داشتم، این را ما دیگه تکرار نمیتونم، یعنی ما خودم هم دیگه امی را دوباره گفته نمیتونم. با مو زیبایی که در مو زمان گفتیم، با مو شکل اوریجینال یا اصلی که گفتیم، این را ما دوباره نمیتونم که بسازم. ساختگی میاد نظرم، یعنی یه گپ بود که ما آمدم بدون از اینکه از روی ورق بخوانم از فکر خود گفتم. امروز این را ما باید در یک ورق نوشته کنم، یعنی ساختگی به نظر خود معلوم میشم. بنابراین ما ترجیح دادم که امو کلپ 15 دقیقه ای را بگیرم امروز بمانم و چند دقیقه آخرش هم یکی دو خواندن در مورد نوروز. دوست عزیز سلام عرض میکنم، شفیع عیار هستم. خواستم برای شما بگویم که کاروان نوروز با محمل های پر از نقش و نگار خود در نزدیک کوچه ما و شما رسیده. مبارک برای شما و برای همگی. اما آیا گاهی شما فکر کردین که نوروز چی معنا داره؟ چطور و چی وقت ایرا ما انتخاب کردیم؟ در کجا بار اول ایرا مردم جشن گرفتن؟ چطور چه کسی ایرا پیشنهاد کرده؟ چقدر سال گذشته از او؟ مربوط کیه از ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، مربوط چین، مربوط هندستان، از کجا شروع شده، چطور و چرا؟ برای از این که بفهمیم که نوروز چی معنا داره، از کجا آمده و چطور شروع شده و با کی رابطه داره و با کی مربوطه، بهتر است که از خود یک سوال دیگه کنیم که خزان چی معنا داره. برای از این که بفهمیم که خزان چی معنا داره و نوروز چی معنا داره، ما از شما یک سوال بکنم. چرا درخت برگهای خود در خزان میریزانه؟ برای از اینکه این سوال خوبتر جواب داده بتانیم، سوال دیگه ایست که چرا پرنده ها در خزان از مناطق سرد فرار میکنن و به مناطق گرم سیر میرن؟ اینمی یک سیستم دفاعی برای از یاست، یا میخواین که زنده بمانن و زندگی خود ادامه بتن و یک زندگی آسانتر و خوبتر داشته باشن؟ اما پرنده که بال داره، ولی درخت چطور میتونه؟ اگر درخت پای میداشت، باور کنیم که درخت هم از این باغهای سرد زمستانی ما و شما فرار میکردن و به سرزمین های گرم میرفتن. اگر بال میداشتن پرواز میکردن. پرنده میفهمه آمدن زمستانه، در خزان میفهمه. 2-3 ماه پیشتر از این خاطر پیش از این که درگیر زمستان شه پرنده ها فرار میکنن. درخت همچنان میفهمه. برخلاف تصور عامه، ما به این باور هستم که درخت خوب میفهمه، فکر میکنه. درخت جمع و تفریق داره. درخت فیزیک که بدن خود میفهمه، انجینیری و ساختمان بدن خود میفهمه. بناهن
درخت که نمیتانه فرار بکنه و مجبور است که استاده شوه، این یک سیستم دفاعی دیگه برای خود به وجود آورده. جنگ عزیز که برگار بریزان. چرا؟ به خاطر که وقت برف میباره، وقتی که موسم شمال و خنک‌های زمستانی شروع میشه، درخت باید هر چی که میتونه وزن خود کم کنه. فکر کنین که 50,000 برگ در روی یک درخت، اگر کم کم هم روی هر برگ از این برف بریزه یا حداقل روی یک تعداد از یا و این وزن از این را جمع بکنین، یک وزن هنگفت است که روی کمر درخت گرنگی میکنه، یعنی کمر درخت است که باید این وزن ورداره. درخت میفهمه که برش زیاد است، بخصوص وقتی که شمالهای زمستانی میآید. درخت از کمر میشکنه. از این خاطر درخت برگهای خود پویزن میکنه، برگهای خود خفک میکنه، برگهای خود روحن زهر میده که بمیرن و بریزن، تا که درخت بتانه زمستان در سپر بیبرگی جنگ بکنه و به سال دیگه برسن. همی رقم گلها، همی رقم بوته‌ها، همه از یا یک سیستم دفاعی بیبرگی را در زمستان برای خود تشکیل دادن. امی درختی که 3 ماه پیش از آمدن زمستان زمستان فامیده بود، آله در اواخر زمستان پیش از آمدن بهار میبینین که پندق بسته میکنن. یک چیز یک کس برش میگه که زمستان در حال رفتن است. برخلاف تصور عامه، اما که پرنده ها در آخر زمستان از مناطق گرم سیر دوباره آغاز بهار میفامن و به مناطق بهاری و تابستانی خود برمیگردند، درخت هم خبر میشه. از زمین، از اعماق زمین، از هوا یک چیزی را خبر میشه که ما انسان ها انوز خبر نمیتانیم شیم. ما انسان ها خود اشرف مخلوقات میگیم، اما اگر فکر کنین به طبیعت، باور کنین طبیعت و دیگه مخلوقات از ما اشرف مخلوقات شاید هیچ چیز نیاموخته باشند، اما ما هر چیز خود از طبیعت و از پرنده و از حیوان و از نباتات آموخته ایم. بهار ما خبر نمی شده. امروز بله، امروز جنتری است، امروز از تجربه است، امروز نوشته است. پیش از آمدن بهار ما شما میفهمیم که 21 مارچ اول همان روز نوروز است. اما اگر برین 1,000 سال به عقب، یا 2,000 یا 5,000 یا 10,000 سال یا 1,000,000 سال پیش، که او وقت ما هیچ جنتری نداشتیم، وقت اعتاد به درستی نمیفهمیدیم، فصلها را به سختی میفهمیدیم، او وقت گلک ها، پرندگک ها، آب و دریا و سنگ و درخت یا همه می فهمیدن بهاره. در اینمی موسم، در اینمی نوروز می دیدین که از زیر زمین یک گلک نرگز زمین غار می کنه و سر بیرون می کشه و می گه که سلام، نوروز شما بخیر. باز سال نو شد، باز سلسله نو آمد، باز محلقه دیگه آمد که ما باز میتانیم برای چندین ماه خوش و آرام زندگی کنیم. او یک بوی خوشایند از خود بیرون میداد که مست میکرد حتی حشرات در روی زمین و زنبورها را و یا در پرواز میامدن و خیلی از شقایق از زیر زمین مثل هجوم پرنده هایی که در بهار دوباره برمی گردن سر می زد. شقایق ها امی رقم درخت ها شکوفا می کرد، امی رقم سبزه ها رنگ بدل می کرد، رنگ زرد به رنگ سبز
و رنگ شاداب و رنگ امید بخش بهار و تابستان تبدیل می شد. ما نوروز یاد گرفتیم از کی؟ از اینمی گلک ها، از اینمی پرندگک ها، از برف که آب می شد، از سرمایه که می گذره، از پرنده های که دوباره بر می گردن. ما متوجه شدیم، ما کشف کردیم، ما اختراع نکردیم. در واقع نوروز یگانه سال نو واقعی است، سال نوی که به انسانها تعلق نداره. اگر شما ببینین همه انسانها یک سال نو برای خود داره، همه ملیت ها و ملت ها و مردم ها و فرهنگ ها، اما یگانه سال نوی که به زمین مربوط است، به طبیعت مربوط است، اینمی نوروز است. ما باید خوش باشیم، افتخار کنیم که اجداد ما کسایی هستند که امیر متوجه شدن و تقلید کردن زمین، تقلید کردن پرنده ها را، گل ها را، شگوفه ها را، برف در حال آب شدن. اما در عین زمان باید بفهمیم که نوروز به ما تعلق نداره. نوروز در واقع سالگره زمین است، یا سالگره اینمی سایکل، یا اینمی سلسله است که ارسال دوباره شروع میشه. ای چانس برای ما کی میته که یک آغاز دوباره داشته باشیم هر سال؟ ای چانس خداوند خالق زمین برای ما میته. از امی خاطر است که نوروز یک روز مذهبی میتانه باشه. یعنی اگر شما به نوروز دقت کنین، به خداوند پی میبرین. اگر شما به طبیعت ببینین، طبیعت بزرگترین کتاب خداوند است، منقشترین و پررنگترین کتاب خداوند است، آسانترین کتابی که حتی بیسوادترین آدم ها میتانه بخانه. یک آن دفعه مردم میگه که والا ای آقا به خدا باور نداره. به نظر ما هیچ کس نیست در دنیا که خداوند باور نکنه، نه تنها از انسان ها، بلکه از حشرات، بلکه از درخت ها، بلکه از پرنده ها، بلکه حتی دریا و آب خداوند می فهمن و باور دارن. یک سه ما یک چیز مانده شده که خداوند نمیتونیم باور نداشته باشیم. نوروز میتونیم ما شما جشن بگیریم، نوروز میتونیم موسیقی کنیم و شادی کنیم که آغاز یک سال نو است، که خداوند دوباره به ما یک چانس میده که بریم کار کنیم و برای خود روزی به دست بیاریم. امروز کشورها صنعتی شدن، ما شما غذای 2-3 ساله خود میتونیم که در کندوها بمانیم، اما اگه این رو برین 1000 سال به عقب، 2000 سال، 5000 سال، او وقت میفهمین که نوروز کندوهای خالی بوده، نوروز شکمهای گرسنه بوده. و در اینمی وقت که مردم میدید که گلک ها دوباره آمدن، یادگه میفهمیدن که خداوند دعای برگشت سال دیگر بر از یا قبول کرده، خداوند بزرگترین تحفه را به یاد داده، و یا میفهمیدن که زمان فراوانی دوباره میرسه. در واقع امی افسین تر کردنه که در افغانستان مروج است، امی است. در واقع سمنکه که ما در افغانستان میکنیم امی است، یعنی گندم اولی که از زمین میبرامد از این نظر میکردن، شادی میکردن و جشن میگرفتن. در واقع نوروز ما در افغانستان مصادف بود با جشن دهقان، یعنی فصل دوباره کار کردن، فصل دوباره حاصل گرفتن، فصل فراوانی. اگرچه نوروز یک تعداد جشن جمشیدی میگن و جشن سلطان محمود میگن و غیره و غیره، اما باور کنین کی جشن اینمی پرندگک هاست، از اینمی گل ها، از مرچه و مور و ملخ، از چیزهایی که میفامن و دوباره یا بر میگردن. اما اگر ما نوروز به یک کس تعلق بدم، ما او را به جمشید تعلق نمیتم. نوروز به جمشید هیچ رابطه نداره. نوروز برای اولین بار شاید 1 میلیون سال پیش توجه مردم جلب کرده باشه، شاید صدها هزار سال پیش،
شاید 10,000 سال پیش، شاید 5,000 سال پیش، یک جمعیت دهقانی یا تا پیشتر از یک جمعیت دهقانی یا متوجه شدن و ایره جشن گرفتن. ما درست است که در ایران، افغانستان و تاجکستان جا ایره کلانتر تجلیل میکنیم، اما در واقع ما چی میکنیم؟ ما در یک جشن عمومی در زمین حصه میگیریم. ما در یک مارش عمومی که تمام مخلوقات خداوند برقص در میاییم. از این خاطر نوروز با ما مربوط نیست. اما اگر ما ایره با خود اجازه بتم که با یک کس تعلق بتم، ما خوش دارم که به ایره با حافظ شیرازی تعلق بتم. هیچ کس در شعرهای فارسی زبان زیادتر از حافظ نوروز جشن نمی گرفتن، نوروز لذت نمی برده. نوروز حافظ همیشه توبه می کرده. وقتی که ما اشعار حافظ برای شما بخوانم ایره خوبتر که تمام می فهمید. حافظ یک کسی بوده که در بهار مثل درخت شگوفه می کرده. در اشعار حافظ باور کنین می بینین شگوفه کردن حافظه. حافظ همیشه توبه می کرد که ما دیگه شراب نمی خورم، ما دیگه شراب نمی خورم. اما وقتی که بهار می شد باز می گفت که با عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم. میگه ما یک فال دیدم یا عزم کردم که دیگر شراب ننوشم و به همی خاطر استخاره کردم، ولی بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. یعنی که بهار اقدر زیبا است که بر حافظ توبه شکنه. وقتی که بهار میرسه حافظ دیگه خدا گرفته نمیتونه، دستش به پیاله میره، شگوفه میکنه مثل شگوفه ها، با پرواز در میایه مثل پرنده ها، برگ میکشه مثل درخت ها و آب میشه مثل برف ها و جریان پیدا میکنه مثل دریا. چشم تو نرگس، موی تو سنبل، چشم تو نرگس، موی تو سنبل، لکن یارم لیلی جان نازکتر از گل، لیلی آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان، لیلی آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان، آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان، لیلی آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان. دوست داریم که بریم، پس به افغانستان بریم. آرام که باشه، مگر انتظار بکشیم کمی که امنیت سعی پیدا شه. اگه باز سعی امنیت شده پس میریم. بله، قلب ما به هرات هست. خیلی خوش داریم که دوستای خود ببینیم. خیلی خوش داریم که دوستای خود ببینیم. خیلی خوش داریم که دوستای خود ببینیم. چشم تو نرگس، موی تو سنبل، چشم تو نرگس، موی تو سنبل، لکن یارم لیلی جان نازکتر از گل، لیلی آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان، لیلی آ لیلی و آ لیلی نمرا لیلی جان، خیلی خوش داریم که دوستای خود ببینیم.